با درودی گرم به برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بیگ بنگ خوش آمدید. داریوش باقری هستم. در خدمت جناب آقای پروفسور ابراهیم ویکتوری هستیم. تصمیم گرفتیم که از این برنامه اگر اتفاق جدیدی در جهان در رابطه با جهان هستی بخش در کهکشان‌ها در هر جایی که مربوط به علم هستش اتفاقی میفته، اگر تا اونجایی که ممکنه بتونیم در اول برنامه سخن کوتاهی راجبش داشته باشیم و بعد هم ادامه برنامه‌مون رو طبق روالی که این چند ماه داشتیم ادامه خواهیم داد. عکسی از تلسکوپ جیمز وب اومده. عکس شماره 1 رو بذارید لطفا. بله، این جدیدترین تصویر از اعماق لایتناهی فضاست که توسط تلسکوپ جیمز وب، باید بگیم مدرن‌ترین و گران‌ترین ساخته دست بشر، گرفته شده و به زمین ارسال شده. تو این تصویر هر نقطه نورانی نشان دهنده یک کهکشان با صدها هزار ستاره و سیاره است که همه با هم به طرز شگفت‌انگیزی در اطراف یک سیاه‌چاله بسیار عظیم داره میچرخه. دانشمندان از بزرگی و عمق احتمالی این ابر سیاه‌چاله ابراز شگفتی کردند. ابعاد انقدر بزرگی که در مقیاس زمینی نمی‌گنجه. 4 نقطه نورانی تر از بقیه نقاطی که در اطراف سیاه‌چاله می‌بینین که به گفته پژوهشگران فضا هر کدوم تا 100 هزار برابر کهکشان راه شیری هست. واقعاً که حیرت انگیز این عکس‌هایی که می‌گیره. در خدمت جناب آقای پروفسور ویکتوری هستیم که یه مقدار راجع به این سیاه‌چاله‌ها با ما صحبت کنه. سلام جناب ویکتوری. سلام دارش، حالتون چطوره؟ قربون شما، محبت دارین. چقدر خوشحال میشیم هر دفعه شما رو با قیافه خندان در این برنامه داریم. مرسی، چرا که نه، واقعا هر وقت من با شما میشیدم خندانم. قربون شما. جناب ویکتور، یه توضیح راجع به سیاه چاله بدیم ببینیم اصلا چی هست. یه جوری بگید که در حد فهم بنده باشه ها. اوکی. اول باید بگم که سیاه چاله چی هست. سیاه‌چاله باقی مانده یک ستاره خیلی بزرگیه که این ستاره عمرش رو به من شما داده، مرده. وقتی یک ستاره میمیره این منفجر میشه و تمام اتم‌هایی که در دور مرکز این ستاره، البته شکلش کرویه، اون قسمت وسطش هسته داخلی یک ستاره هست، اونجاییست که چیز عملیات اتمی به کار میره که هیدروژن و اینا انرژی میدن بیرون و خلاصه ستاره نور و گرما و چیزهای خودشو میده. در ضمن ستاره هم که همه اینهایی که ستاره رو تشکیل میدن، همه این اتمهای هیدروژن اینا در حال گردش هستن. و ستاره وقتی که میمیره، موقعی است که یعنی چه وقتی ستاره میمیره؟ ستاره وقتی میمیره یعنی اینی که این شروع میکنه به قسمت بیرونش این هیدروژن هایی که دوروبر مرکز اون چیز مرکزیش هستن، اون قسمت مرکزی که به حساب کورشه، کوره ستاره هست، اونجایی است که هیدروژن ها و اینا دارن تبدیل به هیلیوم میشن و اینا اون و مقدار زیادی انرژی بیرون میدن که این انرژی به صورت گرما و نور و اینا میاد بیرون که به ما که دورور این ستاره هستیم میخوره. این یک دفعه اینا وقتی ستاره میخواد که بمیره، موقعیش که اینها شروع میکنن یه دفعه منفجر میشه، اطراف مرکز ستاره منفجر. و بستگی به اینی که این ستاره بزرگیش چقدره، چقدر بزرگه. حالا وقتی من میگم این ستاره چقدر بزرگه، صحبت از این ستاره ای نمی کنم که مثلا به اندازه خورشید ما باشه. به اندازه خورشید ما مثل یک سر یک مداد هم نمیشه، خیلی کوچیکه. اینا ستاره های بی اندازه بزرگی هستن، به خصوص این عکسی رو که شما نشان دادید، یکی از ستاره هایی هست بوده که
در همون قسمت اول موقعی که اولین ستاره ها تشکیل شدن در حدود 13.7 میلیارد سال پیش بود که کائنات شروع شد. اون اولین ستاره هایی هستن که به وجود آمدن. اینا هر کدومشون چندین بیلیون سال طول کشید و بعدا شروع کردن یکی یکی مردن. وقتی میمیره یعنی همه این قسمت بیرون ستاره که هیدروژن اینا دارن تبدیل به هیلیوم میشن و این نتیجه تبادل که و از بین رفتن جرمی هست که در اون اثر اتمی داره به وجود میاد، همه اینا تبدیل به نور و گرما و اینا میشن و این و اینا یک ستاره رو به وجود بیاره که ما ببینیمش. اینه که یه چیزی از خیلی داغ خیلی روشن، وقتی بگم خیلی داغ یعنی ما که چندی اینقدر باش فاصله داریم، مثلا خورشید ما با ما فاصله چقدر ساری به قدری زیاد هست که 7 دقیقه آره 7 دقیقه نوری طول میکشه که نورش به ما برسه. یعنی چه؟ یعنی این گرما و نوری که ستاره داره به وجود بیاره، این شروع میکنه با سرعت نور مسافرت کردن و اومدن به طرف ما با سرعت نور که 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است. کیلومتر در ثانیه یا مایل؟ بله کیلومتر. کیلومتر هست در یک ثانیه، یعنی اینقدر طول میکشه که این مسافرت کنه در عرض 7 دقیقه بیاد به ما برسه. این فاصله میون ماست و ستاره خودم. البته این ستاره اینی که اینجا دیدید بال ستاره ای هست که مرده و چندین بیلیون سال با ما فاصله داره و این عکسی که چیز گرفته جیمز وب تلسکوپ گرفته از باقی مانده اون ستاره. حالا این باقی مانده چی هست؟ وقتی یک ستاره میمیره این همه هیدروژن و اینا که دارن به دور مرکز ستاره دارن میگردن اونجا و اینا دارن تبدیل به هیلیوم میشن و جرم داره تبدیل به انرژی میشه و این انرژی هست که ستاره بیرون میده و ما اونو به صورت نور و گرما و اینو میبینیم. موقعی است که اینها دیگه شروع میکنه به کار کردن و مرکز ستاره شروع میکنه به اینی که داغ بشه و داغ که هست. وقتی میگم داغ منو ببینیم خیلی درجه حرارتش که البته به اندازه بالاست و وقتی شروع میکنه به مردن موقعی است که دیگه این شروع میکنه اون مرکز ستاره منفجر شدن و در اثر این انفجار همه این هیدروژن ها و اینایی که مرکز ستاره رو یعنی بدن ستاره رو دارن میگیرن اینها شروع میکنن به مسافرت کردن، دارن میان به طرف مثلا خورشیدمون الان بگید اینا همه دارن میان به طرف ما اینا رو به صورت نور رو و این اون میبینیم وقتی که به ما میخوره. ولی وقتی که ستاره شروع میکنه به مردن موقعی است که اینها همه دیگه شروع میکنن به چیز اتمی به یک چی میگن تشعشعات اتمی با هم دیگه اینا با هم دیگه میکنن و شروع میشه به مردن. وقتی که میمیره داخل ستاره اونجایی که کوره ستاره بود اونجایی بود که همه این هیدروژن ها و اینا داشتن تبدیل به هیلیوم میشدن و ستاره داشت از خودش نور و اینها بیرون میداد، اونا مال مرکز بود، اونجا شروع میکنه به رو خودش پایین اومدن. میاد رو خودش که وقتی میاد پایین بیاد فشارش البته بالاتر میشه و بالاتر میره و بالاتر میره و بیرون اون شروع میکنه به اومدن به اطراف ستاره. این قسمت داخل ستاره به یک جایی میرسه که وقتی که رو خودش داره فرو میاد
به قدر این رو خودش فرو میاد که هیچ چیزی دیگه از اونجا بیرون نمیدونه بیاد. یعنی قوه نیروی جاذبه در داخل اون به قدری زیاد میشه که هیچ چیزی نمیتونه که از اونجا بیرون بیاد. حتی نور هم نمیتونه. هیچی، حتی نور هم بیرون نمیاد. وقتی نور که دیگه بیرون نیاد، نوره میره داخل خود، داخل مرکز ستاره است که نورش داره میره داخل اینا. اون نور و نور هم وقتی که بیرون نمیاد، نوره داره میره داخل و اونجا هی فشارش بالاتر میره و بالاتر میره و داغتر و داغتر میشه، تا اینی که این همین جوری که داره به دور خودش میگرده، این داخلش رو داره میگرده، شروع میکنه به داخل خودش دور رفتن و نیروی جاذبه در داخل این کوره ستاره به قدری زیاد میشه که هیچ چیزی دیگه از اون بیرون نمیاد. ولی اون هیدروژن ها و اون چیزهای اتمی که در بدن ستاره رو داشتن، اینا شروع میکنن به دور این مرکز ستاره که الان داره هی کوچیکتر میشه و هی نیروی جاذبهش داره بیشتر میشه و درجه حرارتش بالاتر میشه و اینا شروع میکنن به دور اون گشتن و گشتن و اینا، و فشار اونجا رو به قدری زیاد میذارن که هیچ چیزی از این مرکز این داخلی بیرون نمیدونه بیاد. هیچ چیزی آقای باقری، حتی نور، تنها جاییست که نور هم نمیدونه از اونجا بیاد بیرون. به خلق جاذبه در اونجا زیاده و اینو، و برای اینه که اونجا سیاه میشه، برای اینه که وقتی نور از اون قسمت مرکز ستاره که داره میمیره و داره رو خودش داره میخوابه، این همینجوری داره فرو میاد رو خودش، وقتی نور از اون بیرون نیاد ما چی میبینیم؟ این سیاه میبینیم دیگه، حفره سیاه به این میگن. خب جناب ویکتوری، این که شما چندین بار کلمه ستاره رو برای این حفره سیاه به کار بردین، آیا این ستاره وقتی که میگم مقصود من این مرکز ستاره، همین سابق بوده، آره، و اون چیزهایی که الان به دورشه. الان اون وقت این حفره سیاهی که الان هست آیا جرم داره؟ نه، آره در اون حفره سیاه جرم مونده چیزی که هست، از اونجایی که هیچ چیزی از این مرکز ستاره که الان داره رو خودش میخوابه و برای بیلیون ها سالی رو خودش داره میخوابه و این و اون، هیچ چیزی که ازش وقت که بیرون نیاد، ما چیزی نداریم که اتوده بکنیم، استفاده بکنیم ازش که ببینیم که آیا اونجا چی چیه، آها، چه اتمی وجود داره، چه چیزی وجود داره، هیچی نمیدونیم ببینیم. اون وقت عاقبتش چی میشه این سیاه‌چاله؟ عاقبتش چی میشه این سیاه‌چاله؟ نمیدونیم. نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ چون که نمیدونیم ببینیم اونجا. خبری از اون تو نمیاد بیرون. گوش میدی؟ ممکنه محو بشه اصلا؟ نمیدونیم. 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 این هنوز کش ندیدیم که محو بشه اینا، اون نه. حفره سیاه میمونه. اون وقت همه ستاره ها این اتفاق براشون میفته؟ حالا ولی تنها چیزی که اتفاق میفته در بیرون، در سرحد این حفره سیاه، این قسمت سیاهی سرحدی داره با بیرونش، آره، بیرونش نور داره بیاد. ببین این یه چیز دایره‌ای میبینید، آره آره، اینها همش اتم‌هایی هستن که متعلق به ستاره بودن. گوش بدین، بله، وقتی میگم ستاره، الان خود ستاره رو میگم منهای مرکزش، چون مرکزش الان داره رو خودش میخوابه و داره به صورت حفره سیاه در میاد، اوکی؟ بله. که ما نمیدونیم چیه، ما نمیدونیم، یه جای سیاهی هست، ولی حتما در اونجا جرم و اینا اون وجود داره، ولی چه جرمیه ما تا حالا ندیدیم، تا حالا هیچ وقت ندیدیم، نه اثرش رو دیدیم، نه کارش رو دیدیم، بنابراین نمیتونیم هیچ حدسی بزنیم که اونجا چی هست. آقای ویکتوری، همه ستاره ها این اتفاق براشون یه روزی میفته؟ نه همه ستاره ها، ستاره هایی که خیلی بزرگ هستن یا نسل اول و دوم هستن، آره، مثلا ستاره های دست اول که بزرگترین ستاره ها و اینا بودن، اینها مرکز اینها به اندازه کافی جرم داشته که بیاد و تبدیل بشه به حفره سیاه، ولی مثلا خورشید تبدیل به حفره سیاه نمیشه، چون به اندازه کافی مرکزش جرم و اینا نداره که این بیاد بخوابه
و بدون نیروی حفره سیاه رو داشته من باشه. نگران همین بودم، گفتم اگه خورشیدم بخواد تبدیل به حفره سیاه بشه ما باید همه چراغ روشن کنیم. نه 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 حفره نه این حفرسیایی که الان ما داریم میبینیم، مثلا در مرکز هر کهکشانی، در مرکز هر کهکشانی میدونیم که یه حفرسیا هست. چرا؟ چون ما میدونیم یه حفرسیا رو، عکس حفرسیا رو از بیرون میدونیم بگیریم، داخل حفرسیا رو نمیدونیم ببینیم. یعنی از این سرحد دایره‌ای سیرکولری که اونجا دارید نور میبینید، میدونید این چیه؟ این اتم‌های سرحد مرکز ستاره و خود اون قسمت اتم‌های ستاره هستن که نور رو اینا بیرون میدن. اون قسمت یک مرزی رو نشون میده که از اون مرز هیچ چیزی بیرون نمیدونه بیاد. آقای ویکتوری، بزرگی این حفره سیاه هم حیرت انگیزه. یعنی شما وقتی میگین اون ستا اون نورایی که اونجا میبینین هر کدوم چند صد هزار برابره، مثلا کهکشان شیری خود اون چند صد میلیارد برابره، همه این چیز اصلا قابل تصور نی. اون حفره سیاهی که ببینید مرکزش خیلی خیلی مثلا بزرگ، درسته که خیلی کوچیکه ولی هنوز نسبت به چیزهایی که ما الان داریم میبینیم و اینا بزرگ. ولی داخل هر کهکشانی که ما در آسمان که نگاه، مثلا در مرکز کهکشان راه شیری، در اونجا یک دونه حفره سیاه خیلی بزرگ هست که دوره اون حفره سیاه هنوز حفره های سیاه دیگه دارن میگردن. گوش میدید؟ بله. یه دنیای به خصوصی فقط اون وسط داره. حالا حفره سیاه، حالا یه جمله بگم و رد شیم بریم سراغ بعدیش. چجوری میشه تصور کرد آفریدگاری که یه همچین عظمتی رو درست کرده، یا به قول مذهبیون خدایی که یه همچین عظمتی رو خلق کرده، اون وقت بشینه حساب کتاب کنه ببینه کی روزش رو خورده، کی مثلا وضوش باطل شده، کی فلان شده بعد؟ آخر چجوری با عقل جورر میاد یه همچیزی؟ اون کسی که اگر بذار من رو به منفعت اینایی که باور میکنن خدا هست، و یعنی که باور میکنن یعنی میگن که هست، من نمیگم که خدا نیست، من نمیگم که خدا هست. گوش میدید؟ معلومه فامیلاتون خیلی ترسوندنتون ها. آره این دوتا خیلی فرق میکنه ها. آقا من نمیگم خدا نیست، من فقط میگم که یه چیزی هست، آفریدگاری هست. این داستانی که همه اینا در آوردن اینجور چیزاست، کسی اونجا نشسته فکر کنه و این و اون، اینا که دین بهش چسبیده. من اینا رو دارم صحبت میکنم. خب بگذاری خدا دین علم وقتی بری بخونی، آره، اون همه و همه و همش در اثر اینه که آقا چی هست، چی نیست، چی ممکنه باشه، چی ممکنه نباشه. ولی چیزی که هممون میدونیم اینه که از این قسمت این ستاره‌ای که خیلی بوده و بزرگ بوده به اندازه کافی که یک همچین حفره سیاهی رو نشون که به وجود بیاد ازش، گوش میدیم، ما خیلی باید خبر باشه که ما ندونیم اون وسط بزرگ بزرگه چه خبریه که هیچی بیرون نمیدونه بیاد. هیچ اطلاعاتی یعنی چه؟ وقتی من صحبت از اطلاعات میکنم، یا هر ساینتیست یا هر ستاره شناسی که صحبت میکنه، اطلاعاتی که ما از این ستاره داریم، میدونید این چیه؟ این نور ستاره رو که میگیرن با تلسکوپ و این اون میذارن تو صد هزار دستگاه دارن که ببینن این نوره چی چیه، یا مثلا اینا، به این میگن اطلاعات. خب اون چیزی که شما تو حفره سیاه داری ببینی اطلاعات زیاده ولی بیرون نمیدونه بیاد که ما ببینیم، به این میگن حفره سیاه. حالا چیزای اینترستینگی که درباره حفره سیاه من میدونم بهتون بگم، یکیشو که گفتم در مرکز کهکشان راه شیری یک حفره خیلی سیاهی بزرگی است. عکس حفره سیاه رو ما گرفتیم، مثل همینه عکسه. یک چیز دایره‌ای هست که نور داره که شما میتونید ببینید، عکسشو گرفتیم مال مرکز راه شیری رو و میبینیم این جنس دور ستاره، نه ستاره رو گفتم، یه مرکز داره یه قسمت بیرون داره، قسمت بیرونش هیدروژن‌ها دارن تبدیل به هلیوم میشن و این و اون،
و نور و گرما و اینا بیرون میدن که میاد ما میبینیم قسمت داخلش این حفره سیاه میشه. اینجایی که این دوتا با هم دیگه جدا میشن بهش میگن که سرحدشه. گوش میدید؟ هیچ چیزی از اون خط بیرون نمیدونه بیاد. ولی you better believe it که خیلی 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 اجرام مختلف با اجرام مختلف که من میگم اتم های مختلف ها چیز دیگه ای نیست، اتم های مختلف اینا دارن از این مرکز میگذرن، دارن مرتب میرن داخل حفره سیاه میشن که برن و اینا بشن جزء حفره سیاه. خب حالا از حفره سیاه بگذاریم چون دو سه تا مطلب دیگه هم داریم، وقتمون هم خیلی زیاد نیستش. اوکی، ما دوشنبه معلوم شد چه حیوانی. بله بله قشنگ مشخص شد. اوکی، ما دوشنبه در تگزاس و تا مین احتمالاً خورشید گرفتگی داریم و یه عکس هم از دفعه قبل ما داریم. این عکس مال دفعه قبله. یه توضیح راجع به اینم بگید و بگید که کسایی که در آمریکا هستن چجوری اینو میبینن و کجا میبینن و چجوریه. این گرفتگی خورشید موقعی است که ماه که داره دو به دور زمین میگرده، گوش میدین؟ بله. ماه میاد و مدارش یک جوریه نسبت به زمین و نسبت به خورشید که اون کسایی که در یک قسمتی از زمین هست، البته یه چیزی رو بگم، خب معلومه مسلمه که همتون میدونید که ماه خیلی خیلی کوچیکه، از زمین هم حتی کوچکتره و مثل یک نقطه، مثل یه اندازش یه جوری هست. ببینید اندازش چجوریه که اونجایی که ماه هست که فاصله داره به سطح زمین و فاصله ماه با خورشید و دایره ماه قطر ماه یه جوریست که اگر تو فکر کنی که این شما فکر کنید که این ماه داره میاد، خورشید هست داره، زمین داره به دور خورشید میره، ماه داره به دور زمین میره، این زمین و ماه دارن دور همدیگه حرکت میکنن. ولی موقعی ما این گرفتگی رو میکنیم که این خورشیدگیری رو میکنیم که ماه که داره میاد به خورشید میاد و درست بستگی تو که خیلی کوچیکه داره میاد از جلو خورشید رد بشه. حالا اینو کی میبینه؟ سطح زمین خیلی بزرگتر از سطح ما، گوش میدین؟ بله. و بنابراین یک نقطه کوچکی از زمین فقط میدونن اینو ببینن. برای همین است که این از تکساس شروع میشه میره تا شمال. چرا از تکساس بیاد میره تا شمال؟ برای خاطر اینکه اینجوری که ماه داره به دور زمین میره، گوش میدین؟ این مدار ماهو داره میبینه. گوش میدین؟ ما در آن واحد داریم هم ماهو میبینیم هم خورشید رو میبینیم. ماه میاد مثل یه عینک جلوی خورشید وای میسه و نور خورشید دیگه نمیدونه که از ماه بگذره و بیاد و به سطح زمین برسه. بنابراین سطح زمین ما چی میبینیم؟ یک چیز سیاه میبینیم که خورشید سیاه شده، یعنی نور ازش بیرون نمیاد. ولی یه خورده اجش رو میبینی، یه خورده از اج خورشید بیرون میمونه که ما نور خورشید هنوز داره این ور اون ور ما داره میره. مثلا این اگه تو تکساس هست، یه شهر در تکساس فقط در اونجاست که ما میبینیم که خورشید گرفته. ما که در لس آنجلس و اینجا هستیم نمیتونیم ببینیم، یا همین که بیرون میایم از این جایی که این مدار گرفتگی اینجوری که میبینید 100% خورشید گرفته، یه خورده طرف دست راست یا چپ یا بالا یا پایین که در سطح زمین برید میبینید که نصف خورشید مثلا سیاه شده، خوش میدید؟ و اون نصف سیاه خورشید رو وقتی که ببینید به این میگه یکیش هست بهش میگن که a full eclipse. Full eclipse of the sun موقعی است که همه خورشید، همه دایره خورشید از طرف ماه پوشیده میشه، خوش میدید؟ دست فول اکلیپس. دست رو یک قسمت خیلی کوچیکی از سطح زمین این فول اکلیپس رو ببینه. اونهایی که بیرون از این هستن چی ببینن؟ همه خورشید هست تو فکرشو بکن، ولی یک شکل بندازه شکل خورشید یک قسمتش گرفته است، فقط یک قسمت حلقه ماه رو ببینید که نور ازش داره میاد و ما داریم اونو میبینیم.
بله اون البته خیلی هم طول و درازتره تا وقتی که فول اکلیپس، فول اکلیپس مثل 6-7 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. گوش بدید، یعنی 6 دقیقه یا 7 دقیقه طول میکشه که خورشید که داره حرکت میکنه بیاد از جلو، از وسط ماه بین زمین و خورشید قرار میگیره. ماه میونه زمین و خورشیده. ماه که داره میاد یه جوری بیاد جلو خورشید رو بگیره و تا وقت که داره حرکت میکنه فقط 6-7 دقیقه هست. بعد از 6-7 دقیقه این ورش که شروع میکنه به اومدن بیرون، این ورش دوباره داره بیاد، داره هر روز داره بیاد جلو. یه هلالی از خورشید دیده میشه همجا رو که میگذره تا کامله. برای از خورشید رو ببینید. برای اگه تو ما تو تکساس مثلا اگه بودیم همه مون می‌خواستیم ببینیم، اول می‌دیدیم که خورشید قشنگ داره می‌درخشه، بعدا یه دفعه می‌بینید که از یه گوشه‌ای داره سیاه میشه. این سیاه بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، بیاد تا یه جایی که ای داد بیداد همه خورشید رو گرفته. نماز وحشت بخونید. سطح زمین این یه جایی مثل یک شهر نمیدونم کوچیکی. اونایی که در اونجا زندگی میکنن دارن اینو میگن. و در عین حال این به قدری طول میکشه که وقت طول میکشه که مثلا یه صبح تا شب ممکنه بشه. حالا این جریان من نمیدونم درست وقتش چه ساعتیه. از صبح تا شب اقدری که خورشید در بالای آمریکا از تکساس میاد، گوش میدی؟ بله. و داره حرکت میکنه، داره میره بالا، بالا شمال شرق و این اون تا بره بیرون، این مثل این که نمیدونم 7-8 ساعت طول میکشه. بنابراین فردا در طی مدت 7-8 ساعت همه تلویزیون ها و اینا رو که روشن بکنید، همینجوری که دارید از سطح زمین میریم بالاتر و بالاتر و بالاتر، یعنی شمال، به طرف شمال داریم میریم، وقت میریم بالاتر، یعنی نه به طرف خورشید بلکه به طرف افقی که داریم میریم، این اکلیپس بزرگ میشه، بزرگ میشه تا اینکه همه خورشید گرفته میشه. That's when the full eclipse happens. موقعی که اون میشه، این واقعا دیدنی ترین موقع اکلیپس مال خورشیده. البته جناب دکتری، اونایی که تو سطح زمین هستن یک پهنای خیلی کوچیکی مثل یه برزه یه شهر میدونیم فول اکلیپس رو ببینیم، ولی این فول اکلیپس شروع میکنه به حرکت کردن. این با خود همین جوری که خورشید که داره از بالا راه هر روزش رو میگیره و داره میره، اینو ما اکلیپسش رو میبینیم. فردا شما میدونید همه این عکس ها رو میبینید که میگن حالا تکساس بعدا نمیدونم میره یه موشن استیت هایی که میون تکساس و مین هستن. بله. 17 تا استیت هستن. اسماشو با یادم نیست حالا. نمیدونم بگم کدوم ها هستن. فردا میدونید همه تون تو تلویزیون میبینید. صبح تا شب دارید این از یه استیت به یه استیت یه استیت دیگه میرید تا اینی که از تکساس برید. برید به خورشید، همین جوری که از برید به مین، همین جوری که از تکساس میریم بالا که وارد آمریکا میشه، از تکساس که جنوب آمریکاست، از شمال آمریکا که مین است، خالی شروع میکنه از سطح آمریکا بره بیرون. بنابراین مردم آمریکا، ماها که در اینجا هستیم، فول اکلیپس رو در آمریکا میدونیم ببینیم. ما یه نکته ای رم فقط یک قسمت خیلی کوچکی از پهنای آمریکا اینو میبینن، اینه که خب ماه اقدر به اندازه ایست که ماه رو وقت نگاه میکنید ببینید، خیلی خیلی کوچکتره. جناب ویکتور یه نکته ای رم اجازه بدید من تذکر بدم به بیننده های ما که احتمالا در تگزاس هم زیاد هستن، اخو از خیلی جاهای آمریکا شاید هم از دنیا بیان برای دیدن، علاقمندان این مسائل امور فضایی بیان برای دیدن. همینو میخوام بگم، حتما متوجه باشین عینکای مخصوص میخواد این کار. نه اگر همینجوری به این فکر کنین الان نور نیست نگاه بکنین، تشعشع بسیار وحشتناکی داره که صدمه زیادی به چشم میزنه. اینو خیلی توجه داشته باشید درست. که بدون عینک مخصوص کار. موقعی که این اکلیپس داره شروع میشه شما به خورشید نگاه کنید و چشتون رو به این ببندین تا هر موقعی که این اکلیپسی که تموم میشه چشماتون رو میسوزونه. بله.
اندازه کافی نور ازش میاد که به چشمتون بخوره که ضرر بزنه به چشمتون. یعنی چه ضرر بزنه؟ که نداره، از بین میبره. بله. اینه که نگاه نکنید، حتما عینک های مخصوص هست، عینک های حتی اگه عینک سیاه هم داشته باشید بخواید با عینک سیاه ببینید اونم هنوز اذیت. بله جناب ویکتور، یه عکس دیگه هم ما داریم که حالا راجع به اندازه ماه و خورشید و زمین و اینا صحبت کردیم. یه عکس دیگه ما داریم که از مجموعه سیارات رو با در مقایسه با خورشید و ماه، عکسو بزنین، عکس شماره 3 رو. آره اون عکس خیلی خوبه، اون آره. الان نشون بدید. آره. تا خودتون میدونید توضیح آره. بدید. از بالای بالا ببینید، آها اینو ببینید. آره. این یه عکس جالبیه. و اینو فرستادم برای آقای ببینید اون قسمت بالای اینی که طرف دست چپه، این قسمت گردی که شما در طرف دست چپ دارید ببینید، این زمینه. اوکی؟ این نشون میده که از بالا شما زمینه و اینی که پهلوش اول ماهو دارید ببینید، گوش میدین، ولی بعد از ماه که شما بیایید شروع میکنید به سیارات مختلف رو توی این عکس ببینید. این عکس رو همه رو از یه جا نگرفتن، این عکس رو از زمانهای مختلف که گرفتن اینو پلو هم دیگه گذاشتن که به این صورت در بیاد. پیش میدین چیزی که این عکس به شما نشون میده، سیاره های دور خورشید رو نشونتون داره میده. یکی اینی که دومیش اینی که اینها بزرگیشون نسبت چقدر هست. البته این نسبتش عوضیه، ولی نه نسبتاشون که درست نیست، فقط خاصه مقایسه بکن، وگرنه خیلی اختلاف اندازه بینشون. مثلا مشتری خیلی بزرگه. بله. تا اون چی عطارد که یا حتی ماه خیلی کوچیک‌تر از کره زمین. آره، بله. ماه خیلی کوچیک، ماه رو بذاری پهلو مشتری از بین مثل یه نقطه میمونه. این نه، فقط فاصله ها رو تو این عکس داره نشون میده. بله. فاصله ها رو داری ببینید، نسبت سیاره و نسبت زمین اینا نسبت هم دیگه ندارن، ریلیشنی با هم دیگه ندارن. بله. مثلا از بالای ده هیچی، 1 2 3 4 که نگاه میکنید الان میبینید یه رینگ دورشه. بله. That's Saturn. گوش میدید؟ بله بله. عطارد، وینوس، نمیدونم زمین، مریخ، این خلاصه بعدش هم نپتون، پلوتون، اورانوس. اون اورانوس و نپتون و سیارهای مختلف هستن. بله. این یه عکسیست که چیز بیرون داده بود، درس ها بیرون داده، یه نفر اونجا نشسته اینو درست کرده، خیلی قشنگه. فقط بخواد که نشون بده که اینا نسبت به هم دیگه، فاصله شون نسبت به هم دیگه درسته. گوش بدید، این منظومه شمسی. خب جناب ویکتوری، عرضم به حضورتون بریم سراغ UFO و چپتر سوم. آره. چیزو میخواید بهشون بگیم؟ آره، این در حقیقت یکی از پرعلاقه ترین مباحثی است که انسان ها بهش میپردازند. خیلی ها معتقدند که این UFO ها یا سفینه هایی که از فضا اومدن با خودشون افراد فضایی رو آوردن روی کره زمین، خیلی ها معتقدن خیلی از آثار باستانی مثلا اهرام ثلاثه مصر و خیلی چیزهای دیگر رو این آدم های فضایی ساختن. آدم های فضایی مدت ها در کره زمین بودن، یه کارایی کردن، یه سری رو بردن، از این صحبت ها. خلاصه بفرمایید توضیحات. به قدری هست که یک قسمتی از کتاب پدیده های فضایی، اوکی، در این کتاب یک دونه چند صفحه هست، 20 صفحه شو یه آرتیکل من نوشتم توی این که فقط و فقط درباره UFOs. این از صفحه 99. آقای باقری شما توضیح بدید که این کتابی که بخرن در حقیقت دو تا کتابه. بله. یکیش انگلیسیه، یکیش فارسی. نه کتابا نه انگلیسی، نه اونجوری نه، چون بعضی دوستان گمراه میشن، یکیش فارسی یکیش انگلیسی نیست. هر کتاب، هر کدوم از این کتاب ها فارسی است، تا جایی که مطالب فارسی تموم میشه همون مطالب فارسی به انگلیسی ترجمه شده در یک کتاب. برای این کتاب من میگم دو تا کتاب. آره. یک کتاب به زبون انگلیسی. آره. دو کتاب در یک کتابه، در طرف دست راستش همون کتاب. آره. به زبون فارسی. بله.
که بخش بنابراین تو با دو تا زبون مختلف فارسی و انگلیسی میدونید یک کتاب رو بخونید، که در بخش سومش بحث بشقاب‌های پرنده، ملاقات بیگانگان و آدم ربایی بیگانگان در بخش فارسی از صفحه 97 شروع میشه و میاد تا انتها 129. فقط این بخشی که دارم تا 129 آره. فقط این مقاله درباره UFO هست و برای همینه که این کتاب واقعا برای من شخصا ارزش داره، برای خاطر اینکه این سوژه های مثلا این دو تا سوژه ای که ما در چپتر 1 و 2 این کتاب داشتیم که در عرض این 7-8 تا برنامه اونجا رو تولید دادیم، همش درباره the creation of life on earth and the creation of the universe of آفرینش کائنات و گوش بدین بله و creation universe که چجوری دنیا اومده، اینها چپتر 1 و چپتر 2 بله، چپتر 2 هم در رابطه با زمینه بله. حالا چپتر 3 UFOs, alien abductions and alien visits. حالا UFO یعنی unidentified flying objects. فارسیشو چی نوشتم؟ فارسیش چی میشه؟ من فارسی اینو هیچ وقت نگاه نمی‌کنم. میشه موجودات ناشناخته. چی ترجمهش کرده تو کجا؟ اینجا شما فقط راجع به بشقاب‌های پرنده صحبت کردین و تاریخچه ای از دیدن. تایتلش چیه؟ بذارین تایتلش اصلش بشقاب‌های پرنده، ملاقات بیگانگان و آدم ربایی بیگانگان. آره. من ببینید بذار من اینو به همه بینندگان توضیح بدم. وقتی من این کتابو نوشتم به زبون انگلیسی نوشتم. به زبون فارسی ننوشتم. واسه خاطر اینکه زبون فارسی رو به اندازه خوب نمیدونستم من که کتاب بدونم دربارش بنویسم. به زبون انگلیسی میدونم بنویسم. من این کتاب رو به زبون انگلیسی نوشتم. بعداً دیدم که خب به خودم گفتن که این کتاب رو چند نفر ایرونی زبون انگلیسی رو میدونن که بخوان این کتاب رو بخرن، چون من کتاب رو واقعا میخواستم برای ایرانی ها فقط ببینم. دیدم که ای بابا اینا فقط یه اونایی هستن که تو آمریکا و کانادا هستن. برای من مشتری های من فقط مردم ایرون بودن. گفتم ای بابا باید من اینو به فارسی بنویسم، بلد که نمیدونم بنویسم. یه دوست داشتم، یه دختر خانم ایرونی بود که اینو از ایران وقتی من برنامه تلویزیون داشتم با من تماس گرفته بود و من این خانم با من همیشه رابطه چیزی داشت. رابطه داشت با چی میگن، با ایمیل. اوکی به هر صورت این خانم به اسم اسمشون بود دلارام سلطانی. این خانم دلارام سلطانی که از ایران با من دوست شده بودن و اینا، با شوهرشون به من گفته که ما میخواییم بیایم آمریکا، برای ما میدونی یه کاری بکنید ما بیایم آمریکا. این خانم انگلیسیش پرفکت بود و در ایران معلم زبون انگلیسی بود. من گفتم که آره من ولی باید یه جاب برات بگیرم که بدونم برات ویزا بگیرم. و بعدم به من گفتش که خب کتاب بعدیتون رو چیکار بکنم. من همیشه بهش میگفتم که من حیفی که من کتابامو فقط به انگلیسی دارم می‌نویسم و من خیال دارم که یه کتاب بنویسم که کتاب اول انگلیسی رو میخوام به فارسی ترجمه کنم و فلان و بیسار اینا. اون گفتش که بدید من براتون ترجمه کنم. من گفتم اوکی، براش فرستادم. آقای باقری بهترین ترجمه ای بود که من تا به حال دیده بودم. باریک الله. از زبون انگلیسی به زبون فارسی. خلاصه ازش خواهش کردم، گفتم کتاب دومی رو هم بکن، کتاب سومی رو هم بکن. کرد و عکسش هم تو کتاب دومی یا سومی یکی از اون اصلی رو عکس این خانم هم هست. و بعدن خانم به من گفت که ما خسته شدیم از این رو این و اون، شوهر من دکتره میخواد بیاد در آمریکا و من هم که میخوام آرزو دارم که بیام در آمریکا، در اونجا میدونم کار کنم. گفتم چه کار میخوای بکنی؟ خب من میدونم در آمریکا فارسی درس انگلیسی درس بدم. آره اتفاقا بد عقیده ای نیست، من تو لس آنجلس زندگی میکنم، شما میتونید بیاید در لس آنجلس. و نه اون موقع تو نیویورک بودم. گفتم میدونید بیایید در آمریکا،
من واسه یه کاری میگیرم که زبون فارسی بخوای انگلیسی بدونی. خلاصه براش یه ویزا گرفتیم و خودم هم یه جاب بهش دادم که کتاب منو فقط این خانم میدونه از انگلیسی به فارسی ترجمه کنه. من اینو دادم به اداره چیز، به اداره امیگریشن، و اون موقع من خب خرم خیلی میرفت و این کتابی که نوشته بودم کارش گرفته بود و این اون، و آمریکا هم ریکگنایز کرده بود کتابای منو چون کتاب اولی خیلی خوب فروش رفته بود. به هر صورت این خانم شروع کرد به کتابای منو، من که هر چپترشو به انگلیسی می‌نوشتم ایشون به فارسی اینو ترجمه می‌کردن. این کتابای من اینجوری ترجمه شد به فارسی. و بعدن یه روز بهش گفتم میدونی که چی، میدونی که بهترین کار اینه که من این کتاب اسرار کائنات که نوشته بودم، اسرار کائنات بخش یک و بخش دو هست الان، اون موقع فقط یه دونه کتاب تقریبا 250-300 صفحه‌ای بود، دیدم گفتم میدونی من اگه بخوام اینو نصفش بکنم بگم دو قسمت کتاب اسرار کائنات بخش یک، اسرار کائنات بخش دو، ولی کتابشو انگلیسیشو بذارم و فارسیشو در یه جلد، خودمش بهتره. این خانم گفت بهترین کار اینه که تو اینا رو نصفش بکنی، دو تا کتاب مختلف، ولی تو هر دوتاش هم فارسی باشه هم انگلیسی. خلاصه اینو ما همه مدیون خانم دلاراب سلطانی هستم که اگرم دارن این برنامه رو الان گوش میکنن یه جایی، بازم ازتون تشکر میکنم. این جریان اینه که چرا کتابای من هم فارسی هم انگلیسی، اوکی؟ بله. و چرا اسرار کائنات بخش یک و بخش دو هست، برای اینکه به قدری بزرگ بود که نمیدونستم هر دوتاش در یکی باشه. در صورت سر این کتاب، این کتاب پنجم من، کتاب پدیده های فضایی من کتاب پنجم منه. موقعی که من کتاب پنجم رو که می‌نوشتم، این خانم با شوهرشون دیگه از لس آنجلس رفته بودن به واشنگتن دی سی و در اونجا کار می‌کردن و من دیگه نمی‌دونستم که ایشون، چون خودش داشت در آمریکا کار می‌کرد و این اون دیگه نمی‌خواست که وقت صرف کنه که کتاب پنجم منو به فارسی ترجمه کنه و بنویسه و این اون، اونو یه خانم دیگه رو به من معرفی کردن و اون خانم این کتاب رو ترجمه کرد. سو این جریان دوتا کتاب های منه که، ولی هر پنج تا کتاب من الان همون اصرار از اولین کتاب تا آخرین کتاب، پنج تا کتاب هستن. هر پنج تا اینها هم قسمت فارسی داره هم قسمت انگلیسی داره. قسمت فارسیش یک کتابه، قسمت انگلیسیش هم یک کتابه، ولی همون کتاب به زبون انگلیسی و همون کتاب به زبون فارسی. البته لازم به تذکره که سه کتاب اول یعنی شگفتی های جهان، اسرار کائنات یک و دو، اصلا یک دونش هم موجود نیست اگر کسی بخواد. اونا هیچ کدوم وجود نداره. البته میتونیم بریم تو ای بی و اونجور جاها 400-500 دلار بعضیا گذاشتن برای فروش. بذار بیرندگانم اینو بگم، من یه خبر خوشی که من دارم اینه که من در حدود تقریبا 75 تا کتاب اسرار کائنات بخش یک و اسرار کائنات بخش، نه اسرار کائنات بخش دو رو، فقط کتاب اسرار کائنات بخش دو رو پیدا کردم و من همه اینا رو خریدم. گوش میدید؟ بله. یه موقع فروخته بودم از اون ناشری که گیره. بله آره، حالا خریدم که به مردم خبر خوش بدم که این اسرار کائنات بخش دو رو تقریبا وقتی که فروش این کتاب پدیده های فضایی تموم شه و فروش کتاب خدا دین ال که کتاب چهارم هست، این دوتا که تموم بشه برمیگردم این کتاب سومو ارائه میدم تو همین برنامه که من و شما با هم دیگه هستیم. این برنامه رو ادامه میدیم و کتاب اسرار کائنات بخش دو رو در حدود 100 تاشو ارائه میدیم به مردم برای خرید. اوکی. حالا به موقعش راجبش صحبت میکنیم. آره به موقعش صحبت میکنیم. ولی اسرار کائنات بخش یک و شگفتی های جهان رو گمان نکنم، چون اسرار کائنات بخش یک در حدود من حاضرم 400 دلار بدم یکیشو بخرم، کردم
برای خودم. یادمه یه دفعه برای 90 تون لازم داشتین یه دونه خریدین 400، نه هم 450 دلار. نه گران نوه، گران نوه، بله نوه نتیجتون 400 دلار دادم یه کتابی که خودم فروخته بودم 100 دلار خریدم که بهش ابداع کنم بهش بدم. خلاصه به هر صورت اینم درباره آتیه کتاب آمونه که بگیم به بردار. خب آقای اسی چقدر ما وقت داریم؟ خب آقای بکتوریم ما 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بذار من در عرض 6 دقیقه رو بذار من یک استفاده ازش بکنم و یک اینترودکشنی راجع به یو اف او درباره تاریخ یو اف او بگم. البته هفته بعد باید مفصل راجع بهش صحبت کنم. الان یه چیز آره الان یه خلاصه ای بگید. بیشتر از دو دفعه طول میکشه که بله. من این چپتر رو بخوام صحبت کنم تو برنامه. بله. برنامه تلویزیونی یه ساعته و یه ساعت هر چپتری از این کتابای من حداقل از میون 2 تا 4 تا 5 تا ساعت تلویزیونی میگیره که من اینا رو درباره صحبت کنم. ولی این یو اف او فقط درباره یو اف او یه چیزی هست که تاریخچه یو اف او رو باید یه چیز کوچیکی من تعریف کنم. این فرقی نمیکنه به هر زبونی یا هر چیزی که باشید، این یک چیزی است که بستگی به تاریخ سوژه این چپتر هست. خوش میدین سوژه این چپتر چی میگن به فارسی؟ بخش یک بخشی. این بخش سوم کتاب پدیده‌های فضایی و بخش سومش فقط درباره یو اف او است و میخوام یه اینتروداکشنی فقط درباره یو اف او بدم. ببینید یو اف او یک سوژه ساینتیستی نیست. اوکی استاد ساینتیفیک سوژه ساینتیفیک نیست. چرا؟ برای خاطر این که یو اف او بالاخره بعد از این همه سال ما ثابت کردیم که وجود نداره. من باید این وجود نداره رو بهتون بگم. ببینید وجود نداره یعنی اینی که این یو اف او یعنی آن ایدنتیفاید فلاینگ آبجکتی که ما داریم درباره صحبت بکنیم، بشقاب پرنده، بله، اشخاصی که از سیاره های دیگه به غیر از زمین گوش میدین در اونجا دنیا اومدن، در اونجا زندگی کردن، اونا هم مسافرت کردن اومدن در سطح زمین. اوکی این سوژه فقط برای اولین بار از سال 1887 به وجود اومد. سوژه ساینتیفیک نیست، یک سوژه تاریخی داره. من میخوام این از 1887 تا سال 1947 اوکی 1887 تا 1947 میشه چند سال؟ میشه 56 56 سال. درست 56 سال تموم جنگ و دعوا بود سر اینی که نصف مردم میگفتن که آقا یو اف او وجود داره. یعنی چه یو اف او وجود داره؟ اینا همه میگفتن که از بیرون اومدن ما رو دیدن. بله میخوام این تاریخ رو براتون بگم و بالاخره 1887 بگم از کجا شروع شد همچین بحثی و چرا در سال 1947 ما این کار رو تموم کردیم. 1947 موقعی بود که ما شروع کردیم آخرین اتوده نیروی هوایی آمریکا کرد و شد جزو کارهای درجه اول نیروی هوایی آمریکا که معلوم بکنه آقا آیا سیاره های دیگه اومدن به سیاره ما یا نه. ما خوب صبر کنیم بیایم مسافرت خودمونم بکنیم به فضا، بریم به مریخ. در عرض همه این مدت، در عرض این 60-70 سالی که الان من گفتم دوره بچگی این یو اف او و اینا هست، موقعی بود که در زمین همه میگفتن یو اف او هست، همه میگفتن یو اف او نیست، همه هر روز میگفتن اما یکی تو آسمون دیدیم. هر چی که تو آسمون یه چیزی میدیدن میگن
اینجوری شد که اسمشون رو گذاشتن بشقاب پرنده، نمیدونم 100,000 تا اسم و اینا. همه اینها رو من در این چپتر، در این بخش کتاب توضیحات کامل دادم در بارش، تقریبا 7-8 صفحه، 20-30 صفحه که نوشتم، امروز داشتم ریویوش میکردم درباره تاریخچه به فکر آمدن اینی که آیا یو اف او وجود داره یا وجود نداره. آقای ویکتوری همینجا نگر دارید. آره. بذارید برای برنامه بعد هفته آینده، وقتمون تمام شد. دوستان عزیز برای خریدن دو تا کتاب هایی که تعداد اندکی ازش مونده به شماره 818-451-5678 زنگ بزنید، دو کتاب رو با تخفیف به خصوصی که آقای ویکتوری روش گذاشته، یعنی به جای $200 $120 به علاوه هزینه پستش تهیه بکنید تا به اتمام نرسیده. شما رو به خدای بزرگ یا به آفریدگار آقای ویکتوری می سپارم تا هفته آینده. هفته دیگه من این چپتر رو شروع میکنم از اول تا آخر، ببینم آخرش کی تموم میشه. بی اندازه بخش خیلی اینترستینگ هست و همه تون از این خوش میاد، چون بیشترتون در عمرتون همچین چیزی بوده. همه شمایی که دارید گوش میکنید، you went through this with me. خیلی ممنون و متشکر از اینکه در این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. متشکرم از اینکه شما صاحب این برنامه هستید و همه کاره این شما هستید. قربون شما. خدا نگهدارت. مرسی.